سلام، وقتتان بخیر. به خبر دست طلو و طلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. آمریکا دشمن مشترک منطقه به باور ایران. سفیر تهران در کابل میگوید واشنگتن به دنبال بی‌ثباتی افغانستان و کشورهای همسایه است. میگن دشمن مشترک وجود دارد. امریکا صهیونی دشمن مشترک کیست؟ دشمن مشترک همه ملت‌های منطقه. آغاز کارزار واکسیناسیون پولیو در افغانستان. این کارزار در 31 ولایت کشور آغاز شده و بیش از 10 میلیون کودک واکسین خواهند شد. پیاد کمپاین کې چې څلور ورځې لپاره به ادامه ولري، په هیواد کې به د 1.1 میلیون ماشومانو ته هغه ماشومان چې د 15 کالو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین تطبیق شي. بارش برف در چندین ولایت کشور. این برف باری ها بیشتر در ولایت های بدخشان، پنجشیر، غزنی، میدان بردک و بامیان صورت گرفته است. پیشتوکار ناوخت شده. وای که اگر کچولو مچولو زیر خاک کده شاید سرما شو یخ ده. دو کورونو دو قرچیدو دو وچه نه سالور شهیدان لرو دری ورزو که تقریبا شپک زخمیان لرو. و تاکید عربستان سعودی بر ایجاد دولت مستقل فلسطینی. من حامد بهرام میزبان شماست. مشروع خبرها. حسن کاظمی قومی آمریکا را دشمن مشترک کشورهای منطقه میداند و میافزاید که این کشور به دنبال بی‌ثباتی افغانستان و کشورهای همسایه است. سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان در یک گفتگوی ویژه با تولونیوس در پیوند به مسئله داعش میگوید این گروه در افغانستان خاک را در اختیار ندارد. آقای قومی در بخش دیگر سخنانش جریان‌های مخالف امارت اسلامی در ایران را تایید می‌کند، اما اطمینان می‌دهد که سیاست ایران استوار بر این است که هیچ تهدیدی بر حاکمیت افغانستان وجود نداشته باشد. سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان در گفتگوی ویژه با تولونیوس آمریکا را دشمن مشترک کشورهای منطقه می‌داند. میگن دشمن مشترک وجود داره. امریکا صهیونیسم دشمن مشترک کیست؟ دشمن مشترک همه ملت‌های منطقه. حسن کاظمی قومی بان که میگوید داعش در افغانستان خاکی را در اختیار ندارد، اما به باور او هسته های حراس افغانی در این کشور وجود دارد. دولت افغانستان اعلام میکنه که ما در سرکوب داعش حرکت جدی کردیم، قطعا این را ما تایید میکنیم و ما در بهبود شرایط امنیتی کمک میکنیم. این تعارف نداره. اما یا اشغالگران دیروز که همچنان سیاست مداخله گری رو، سیاست بی‌ثبات سازی رو، سیاست ایجاد مزاحمت از خاک افغانستان توسط تروریست هایی که خودشون حمایت میکنن به داخل خاک های دیگه مگر دست بر میدارن. آقای قومی با اشاره به حضور برخی از جریان های مخالف امارت اسلامی در ایران میگوید که کشورش با تمامی جریان ها در افغانستان در ارتباط است، اما اطمینان میدهد که هیچ تهدیدی از سوی ایران متوجه افغانستان نخواهد بود. هر قومی، هر نژادی، هر مذهبی از افغانستان به هر دلیلی وارد ایران شده. آیا اینا در ایران اقامت دارن؟ اقامت دارن. اما سوال این است. کدام مجموعی از افغانستان از ایران برای امنیت افغانستان تهدیدآمیز است؟ نیست. نیست. و نخواهد بود. این سیاست قاطع جمهوری اسلامی ایران است. او در بخشی از سخنانش میگوید که در سال پار بیش از 2 میلیارد متر مکعب آب در چارچوب حقابه ایران هدر رفته است، اما از سرازیر شدن بیش از 100 میلیون متر مکعب آب در سال جاری به سوی کشورش ابراز خرسندی میکند. در دو نوبتی که آب رهاسازی شد میشود گفت نزدیک به 100 میلیون متر مکعب آب وارد ایران شد در چارچوب حقابه‌ای که وجود داره. در سال گذشته مشکلاتی در سد کمالخان وجود داشت. از جانب حکومت 2-3 اقدام برای ترمیم این سد کمالخان انجام شد.
این مقام ایرانی در این گفتگو همچنان افزوده است که کشورش میزبان بیش از 6 میلیون مهاجر افغان است و برای جلوگیری از ایجاد آشفتگی در مرزهایش اقدام به دادن ویزا به درخواست کنندگان کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در حال برگزاری نشست درباره بررسی گزارش دوره‌ای وضعیت حقوق بشری افغانستان است. نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، گروهی از کارشناسان، فعالان مدنی و سیاسی گزارش را از وضعیت حقوق بشری افغانستان به این شورا ارائه می‌کنند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو می‌گوید در این نشست اشتراک کنندگان پیشنهادات خود را درباره وضعیت حقوق بشر، وضعیت مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم افغانستان ارائه می‌کنند. این چهارمین بررسی گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان است. نخستین ارزیابی از وضعیت حقوق بشری در سال 2009، دومین آن در سال 2014 و سومین ارزیابی در سال 2019 میلادی صورت گرفت. تعداد بسیار زیادی از کشورها علاقمندیشان نشان دادن که در این گزارش شرکت میکنن و پیشنهاداتشان و نظریاتشان در ارتباط وضعیت حقوق بشر در افغانستان، وضعیت حقوق مدنی سیاسی، وضعیت حقوق اقتصادی فرهنگی و حقوق مردم افغانستان و همچنان مواردی را که افغانستان به حیث یک کشور در ساختار سازمان ملل متحد به او متعهد بوده نظراتشان ارائه میکنند. کارزار واکسیناسیون پولیو در 31 ولایت کشور آغاز شد. به گفته وزارت صحت عامه در این کارزار که برای 4 روز ادامه خواهد داشت بیش از 10 میلیون کودک واکسین خواهند شد. اما این کارزار در ولایت های غور، دایکندی و بامیان به علت اوضاع نامناسب برای انداخته شد. همزمان با این بنیاد بیل و ملیندا گیتس از کمک 500 میلیون دلاری عربستان سعودی از بحر شکنسازی این بیماری خبر داده است. نخستین کارزار واکسیناسیون پولیوی سال 2024 میلادی در 31 ولایت کشور آغاز شد. در این کارزار 4 روزه بیش از 10 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین و برای آنان تابلت ویتامین ای نیز داده خواهد شد. به خاطر که اطفالتان به این مرض خطرناک مصاب نشود، در هر دوره کمپاین واکسین پولیو باید اطفالتان واکسین کنید. والدین باید همین قسمت زیاد توجه داشته باشند، به خاطر اینکه اطفالشان باز داینده مصاب به همین فلج پولیو نشن. والدین زیاد توجه خود باید این قسمت داشته باشند. از سوی هم وزارت صحت عامه میگوید که از بهر بارندگی های شدید این کارزار در ولایت های غور، دایکندی و بامیان چند روز بعد آغاز خواهد شد. پیاد کمپاین کې چې څلور ورځې لپاره به ادامه ولري په هواد کې باید 3.2 میلیون ماشومان ته هغه ماشومان چې 15 کال څخه کم عمر لري د پولیو واکسین تطبیق شي. همزمان با این بنیاد بیل و ملندا گیتس با پخش اعلامیه‌ای از کمک 500 میلیون دلاری عربستان سعودی از بحر ریشه‌کن‌سازی بیماری پولیو خبر داده و نوشته است که این مبلغ به ارائه خدمات حیاتی بهداشتی همراه با واکسین‌های فلج اطفال به کشورهایی که با بیماری فلج کودکان دست و پنجه نرم می‌کنند از طریق سازمان جهانی بهداشت و یونیسف کمک می‌کند. امروز کشور پاکستان و افغانستان از جمله کشورهایی است که از موجودیت پولیو بیشتر متاثر هستند و در این قسمت سازمان جهان نیاز دارند تا بر بنیاد منابع موجود بررسی بکنند که کدام نقاط ضعف در این کشورها موجود بوده که تا به حال نتانستند موفق شوند تا پولیو را به صورت کلی از این کشورها ریشه‌کن بسازند. این در حال است که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون هیچ واقعی مثبت این بیماری در کشور به ثبت نرسیده، اما در سال 2023 میلادی 6 واقعی مثبت این بیماری در سراسر کشور به ثبت رسیده بود. شماری از رانندگان و مسافران میگویند مسدود ماندن شاهراه کابل جلال آباد مشکلات را برای آنان به بار آورده است. آنان از مسئولان میخواهند هر چه زودتر این شاهراه را باز کنند. شاهراه کابل جلال آباد به علت لغزش مسدود شده است و مسافران و رانندگان از راه فرعی در منطقه ماهیپر رفت و آمد میکنند. اینجا شاهراه کابل جلال آباد است، شاهراهی که روزانه گواه رفت آمد هزاران موتر خرد تیزرفتار و باربری است. این شاهراه به علت خطر فروریزی که به گونه موقتی مسدود شده است، اما یک راه فرعی برای رفت آمد مسافران در منطقه ماهیپر باز است.
شب گذشته در اثر لغزش کوه در 3 کیلومتری دروازه کابل مسیر اصلی این شهر برای ترافیک موقتا مسدود گردیده است، اما تردد وسایل از مسیر سرک فرعی که قبلا از سوی وزارت فواید عامه در این ساحه ساخته شده است جریان دارد. از سوی دیگر برخی از رانندگان و مسافران میگویند که در امتداد شهرهای کابل جلال آباد بخش خطر فروریزی کوه آنان را نگران ساخته است. د دې مخ کې چې دغه لار راخویږي باید د اسلامي امارات ولا دغه دولت زموږ ستاسو چارواکي باید مخکې نه دغه لار جوړه کړي، کوم ځای ولیږي هغه باید جوړ کړي. دا لار کې حادثې ډېرې دي، زموږ ډېر ملګري شهیدان شوي دي په دې لار باندې. تاسو دولت ټول چارواکو نه مې هیله ده، خواهش دی چې دا لار باید ډېر تر زره جوړه کړي. رئیس شرکت پاکسازی و بازگشایی انجاده میگوید که کار پاکسازی سرک مسدود شده آغاز شده و ممکن است در جریان دو روز برای ترافیک باز شود. دغه لاره خو پرون ماشین ایسه بنده شوې ده، دغه ډېر بارانونه چې څل دا تیږې راغلل او دا سرک یې بېرته بند کړی ده. مخکې سرک مونږ خوشې کړی و، اوس هم لګیا یې سرک خوشې کوو. انشاءالله دا دوه درې ورځې کې بېرته سرک خوشې کېږي. طبیعي آفات دي، راځي نو باران ده، نو کېدای سي بیا راشي دغه راشي، خو مونږ پکې لګیا یو. مونږ نهایي کوشش کوو دا هغه خلاص کړو، دا لاره خلاصه وساتو. این در حال است که روز شنبه در نتیجه برندگه های شدید و لغزش کوه در منطقه درونته در مسیر شهرهای کابل جلال آباد 4 تن جان باختند و 2 موتر به گونه کامل از بین رفتند. شماری از ولایت های کشور در 2 روز گذشته گواه بارش برف، باران و سرازیر شدن سیلاب ها بوده است. این برف باری ها بیشتر در ولایت های بدخشان، پنجشیر، غزنی، میدان بردک و بامیان صورت گرفته است. شماری از شهروندان و کشاورزان برف باری ها در این فصل را کم پیشینه می دانند و می گویند در نتیجه این برف باری ها و سیلاب ها در برخی ولایت ها و کشتزارها و درختان مثمرشان زیان وارد شده است. بر بنیاد آمارهای مسئولان محلی در نتیجه این سیلاب ها 7 تن جان باختند و 19 تن دیگر نیز زخم برداشتند. بارش برف در این فصل سال در برخی از ولایت های کشور کم پیشینه است. این برف باری ها هرچند سنگین نبودند، اما ولایت های بدخشان، پنجشیر، غزنی، میدان وردک، پکتیا و بامیان را در بر گرفته است. برخی از شهروندان و کشاورزان برف باری ها در این فصل را کم پیشینه می خوانند و می گویند که در نتیجه این برف باری ها به کشتارها و درختان مثمرشان زیان وارد شده است. کشت و کار ناوخت شده، وای که زیر کچالو مچالو زیر خاک کده، شاید سرما شو یخ ده. رفته شده که این برف و باران در ما مردم آسیب دیده، وقتی با برف و باران نیست. در 3 ولسوالی، ولسوالی آبشار، پریان، ولسوالی دره، برفباری های شدید صورت گرفته که در زمین طبعی است، به مردم آسیب های در زراعت و در درخت ها و که وقت گل است آسیب رسانده. از سوی دیگر مسئولان محلی ننگرهار میگویند که در نتیجه سیلاب‌های پسین 800 خانه و 1600 جریب زمین کشاورزی در این ولایت ویران شده است. مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث طبیعی ننگرهار میگویند که در نتیجه فرو ریختن سقف‌های خانه‌های مسکونی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت 4 تن جان باخته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. که دو کورونو دو قرچیدو دو وچنا سلور شهیدان لرو درې ورځې کې تقریبا شپک زخمیان لرو. همزمان با این مسئولان محلی لغمان نیز میگویند که در نتیجه بارندگی های اخیر 515 خانه مسکونی و 400 جریب زمین کشاورزی در این ولایت تخریب شده است. دری کسان شهیدان شوی چه شهیدان که دو ماشومان دی او دیر لس کسان زخمیان شوی دی. همدارنگا 515 کورونا ویجار شوی او 300 جریب پاندازه دی سیلابون لامل از مک تخریب شوی. با این همه آسیب دیدگان سیلاب های اخیر از مسئولان در حکومت سرپرست و نهادهای مددرسان می خواهند تا به چالش های آنان رسیدگی شود. مونږ غواړو چې بیرته دغه کورونه دغه کچه کورونه دي او دغه دیوالونه کومه کوټه موټه مونږ ته بیرته جوړه کړي. مونږ سره څومره همکاري کولی شي، څومره مرسته کولی شي، مونږ سره جلد توګه باندې شي. دومیل آباد د کلي خلک ټول دومره غریب دي چې بېګاله ډوډۍ درک نشته دی. این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی از احتمال بارش برف و باران همراه با رعد و برق و سیلاب ها در ولایت های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا و خوست خبر داده است. ادامه خبرها پس از وقفه.
با ادامه خبر در خوش آمدید. سازمان جهانی بهداشت در گزارش ماهانه‌اش میگوید شمار واقعات سرخکان در افغانستان در ماه مارچ بعد تناسب ماه فوریه افزایش یافته است. در این گزارش همچنان آمده است که سازمان جهانی بهداشت در ماه گذشته میلادی با نهادهای گوناگون از بهر ارائه خدمات بهداشتی تفاهم‌نامه‌های را به امضا رسانیده است. سازمان جهانی بهداشت با پخش گزارش 13 صفحه‌ای از کارکردهای این نهاد در ماه مارچ در افغانستان گفته که این نهاد در ماه مارچ بودجه 16 شفاخانه را در افغانستان تامین کرده است. در بخش از این گزارش آمده که بیماری‌های سرخکان، اسهالات و بیماری‌های حاد تنفسی از بیماری‌های شایع در این ماه بوده که شمار واقعات مشکوک به بیماری سرخکان به بیش از 6000 و شمار جانباختگان آن به 34000 تن می‌رسید که به تناسب ماه فوریه سال روان میلادی افزایش یافته است. تطبیق نکردن واکسین سبب ازدیاد امراض سرخکان میشه. دوم هم مراعات نکردن زلسهی شخصی اینا در امراض ساری رول خاص خود داره. در بخش دیگر این گزارش آمده که نهاد آمادگی ایجاد 11 مرکز بهداشتی ثابت به گونه اضافی را در هرات دارد و انتظار امضای تفاهم نامه آن است. بر بنیاد این گزارش سازمان جهانی بهداشت در جریان ماه مارچ قراردادی را با بنیاد آقاخان از بهر ارائه خدمات بهداشتی در ولایت‌های بدخشان و بامیان، تفاهم‌نامه‌ای را با سپاه بین‌المللی پزشکی و وزارت صحت عامه و تفاهم‌نامه‌ای دیگری را با بخش زنان سازمان ملل متحد از بهر دریافت کمک 1.5 میلیون دلاری با نام ادغام مجدد زنان آسیب پذیر با اختلال مصرف مواد مخدر و فرزندانشان وارد جامعه شوند به امضا رسانیده است. از نظر خدمات دوایی ما شاهد هستیم که سازمان بهداشت جهانی شفاخانه های اساسی و شفاخانه های عمده که ساحات بسیار بزرگ تحت پوشش قرار میده از نظر خدمات دوایی اونا حمایت کردن و دواهای اساسی و عمده را در این شفاخانه ها سپلای کردن یا ای که رساندن. بر بنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت در ماه مارچ خدمات بهداشتی در 933 مرکز بهداشتی در 318 ولسوالی برای 812700 تن ارائه گردیده که 44% آن را زنان و 33% آن را کودکان تشکیل می‌دهد. کار ساخت شاهراه هرات غور از سوی حکومت سرپرست آغاز شده است. مولوی عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم گشایش کار این بزرگراه میگوید حکومت در کنار ساخت شاهراهای کشور قرار است راه‌های میان ولایتی را نیز آغاز کند. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی‌های مسیر شاهراه هرات غور از حکومت می‌خواهند تا کار این پروژه را در زمان معین آن تکمیل کند. پس از سالها انتظار کار ساخت شاهراه هرات غور کلید خورده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء برای گشایش کار این بزرگراه به ولسوالی پشتون زرغون هرات آمده است. او میگوید حکومت سرپرست کار ساخت چند شاهراه کشور را آغاز کرده و قرار است راه‌های میان ولایتی و راه‌های ولسوالی ها نیز به گونه اساسی و معیاری ساخته شوند. د اسلامی امارات پر اتک سر عملان د لوی لارو د بیا رغونې کارونه پیل سوي، لکه کابل کندهار سړک، سالنګونه و خان دهلیز، پر کابل سربیره په لویو ښارونو کې د سړکونو جوړول او بیا رغونه. شاهراه هرات غور از بزرگراه‌های مهم کشور است که حوزه غرب را از طریق بامیان و میدان وردک به پایتخت پیوند می‌دهد. کار ساخت این شاهراه به علت گذر از بخش‌های کوهستانی و مرکزی کشور پیچیده و زمانگیر گفته می شود. این سرک بسیار پیچیده می شود، بسیار کار داره، بسیار زحمت داره. یک سرک بسیار بین المللی است، یعنی تکنولوژی بسیار پیشرفته و سرمایه بسیار هنگفت می خواهد. این شاهراه از طریق ولسوالی های پشتون زرغون، اوبه و چشت، هرات را به ولایت غور وصل می سازد. باشندگان این ولسوالی ها از حکومت می خواهند که کار این بزرگراه را در زمان معین آن تکمیل سازد. به جنازه خود هم نرسیدیم. اگر اسفالت از اون سر شروع نمی شود، تقاضای مردم ای هست که حداقل یک گلیدر به سرک بخورد. در ساختار سرک ها هم جلوگیری از هدر و ضیاع وقت
چوری که برادر بیشتر گفتن مسیر 12 ساعت به 11 ساعت پیموده نمیشه، بلکه زود به کار خود خود شخص میرسه، نجات جان بیمارانه. شاهراه هراتغور به طول 480 کیلومتر و عرض 12 متر قرار است در جریان 5 سال ساخته شود. بودجه این پروژه 450 میلیون دلار است که از سوی حکومت افغانستان فراهم می شود. تا لحظات دیگر برمی گردیم. بازم خوش آمدید. نماینده های سازمان جهانی بهداشت، صندوق جمعیت سازمان ملل و صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد با در دیدار با سرپرست اداره ملی دوا و غذا بر حل چالش ها در زمینه واردات دوا در کشور تاکید ورزیدند. نماینده های سازمان جهانی بهداشت، صندوق جمعیت سازمان ملل و صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد در دیدار با سرپرست اداره ملی دوا و غذا بر حل چالش ها در زمینه واردات دوا در کشور تاکید ورزیدند. سخنگوی این اداره می افزاید که آقای عمر در رابطه به این موضوع دواهای تولید داخلی را استاندارد خوانده و تاکید کرده که به منظور توسعه تولیدات داخلی از دواهای تولیدی کشور استفاده گردد. در مورد رشد تولیدات داخلی به صورت گرفتی که در گذشته ظرفیت تولیدات داخلی 5% بود، فعلا به 25% افزایش پیدا کرده و اداره در تلاش ازی است که فیصدی را هم سالانه ما بیشتر بسازیم تا اینکه در یک تعداد زیاد از اقلامی که هموطنان ما استفاده میکنن ما تانسته باشیم به خود کفایی برسیم. همزمان با این برخی از پزشکان استفاده از دواهای داخلی را در راستای رشد سکتور دوایی کشور سودمند میدانند. اکثریت دواهای ما نسبت به دواهایی که از خارج میان وارد میشن کیفیت بهتر داره و کیفیت خوبتر داره. تاثیرات را زیرا ما مستقیم روی مریضا مشاهده میکنیم و امیدوار هستم که دیگر دکتر صاحبا هم این دواها را استفاده کنند تا ما بتوانیم که هم یک استفاده درست دوایی در کشور خود داشته باشیم. پیش از این سرپرست اداره ملی دوا و غذا گفته بود ارزش بازار دوایی کشور به 1 میلیارد دلار می رسد و 80% دوا از بیرون وارد می شود. میان برنامه کوتاه. ادامه خبرها. در تولونیوس از آغاز کندنکاری معدن مس عینک تا اکنون بیش از 10,000 اثر باستانی به دست آمده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره میگوید این آثار شامل دوره های کوشانیان، ساسانیان و یفتلی می باشد. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ از کشف بیش از 10,000 قلم اثر تاریخی و باستانی مربوط به دوره های کوشانیان، ساسانی ها و یفتلی ها از ساحه مس عینک ولایت لوگر در جریان 11 سال پس این سخن می زند. سخنگوی این وزارت می افزاید که این تعداد اثرها از زمان تثبیت معدن مس عینک تا اکنون به دست آمده است که شمار از آنها به موزیم ملی انتقال یافته و برخی از آنان که به گونه غیر منقول است از آنها در همان جا حفاظت خواهند شد. آثار غیر منقولی که از معدن مس عینک نزد وزارت اطلاعات فرهنگ به ثبت رسیده به تعداد 163 آثار غیر منقول است که از این میان 82 دانه بت هاست، بت ها و تندیس هایی است که از او زمان مانده. در سوی دیگر، معاون موزیم ملی از انتقال بیش از 400 اثر تاریخی و باستانی مس عینک در یک سال پسین به موزیم ملی سخن میزند. حدود 453 قلم آثار که شامل مسکوکات است، ظروف مسی است، مجسمه ها است، کتیبه های کوچک است، ظروف سفالی است، به موزیم محصولت کردن و ثبت شده در موزیم اف و نگهداری میشن. مس عینک چاغه د افغانستان تر ټولو یو ډیر مهمه تاریخی سیمه ده. قسم له اقتصادي نظر نه هلته یو معدن شتون لري، د مس عینک لوی معدن. خو دغه ترڅنګ د فرهنګي اړخ نم دغه ساتنه او حفاظت ډیر زیات مهم دی.
ساحه مس عینک لوگر یکی از ساحات تاریخی است که در سال 1342 هجری شمسی کشف شد و در سال 1355 سروی آن توسط باستانشناسان روسی و آلمانی شروع شد. تا اکنون ده ها قلم اثر گوناگون از این ساحه به دست آمده است. بر بنیاد گزارش بانک توسعه اسلامی، در سال پار میلادی 14 پروژه برزش بیش از 35 میلیون دلار در افغانستان عملی شده است. بر بنیاد نخستین گزارش این بانک، از میان بیش از 35 میلیون دلار بیش از 24 میلیون دلار آن از طریق صندوق امانی بشردوستانه این بانک هزینه شده است. با این حال وزارت اقتصاد ادامه کمک های بشری برای افغانستان را از بحر ریشه‌کن‌سازی فقر مهم میپندارد. بانک توسعه اسلامی در گزارش درباره دستاوردهای صندوق امانی بشردوستانه افغانستان گفته که در سال 2023 میلادی صندوق امانی بشردوستانه این بانک کمکهایش را برای پیکار با امنی غذایی، ارائه برنامه‌های تغذیه کودکان، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و خدمات بهداشتی برای شهروندان کشور ارائه کرده است. نقدینگی یکی از شرایط پویایی و بالندگی اقتصاد هر کشور میتونه باشه. بناً کمک‌های بانک توسعه اسلامی میتونه یک دندانه خوب به چرخ اقتصاد افغانستان تلقی شود. پس هرگاه چنین وجوه به سکتور زراعت و انرژی در افغانستان اختصاص داده شود، مثمریت زیاد خواهد. همزمان با این شمار از پایتخت نشینان میگویند که فقر و بیکاری سبب شده تا بیشتر به کمک‌های بشردوستانه وابسته باشند و از نهادهای مددرسان میخواهند که به کمک‌هایشان ادامه دهند. اقتصاد کلی خراب است. میگن که 100 یا 150 200 مقصد روز آخر می چلانیم. اون کرای خانه داریم، دستی دکان هاشو خانه رو خواه میشینیم، کرای خانه دارو، مایسی هزا کرای خانه. سال سال یا نیم سال لپای کار روشی، آقا چه دید 3000 روپای کور کرای لرو، آتم آشومان لرو. نو آقا یا نیم سال لپای من کور کرای لکو، منگ اصد لکو آقا. نو دا خوز دمون وطن دیده نخو منگ خواهش لرو، باید دی وطن که رو زمینه برابر شیم. در همین حال وزارت اقتصاد تداوم کمک‌های بشری به افغانستان را از بحر ریشه‌کن‌سازی فقر مهم می‌داند. از کمک‌های بانک توسعه اسلامی تشکر می‌کنیم، اما تقاضا می‌کنیم که پروژه‌های بانک توسعه اسلامی و سایر نهادهای امدادی در آینده معطوف به زیربناها، زیرساخت‌ها و پروژه‌های انکشافی سمت سو داده شود تا در رسیدن افغانستان به خودکفایی به ما کمک بکند. بانک توسعه اسلامی در 20 اکتبر 1975 میلادی از سوی 22 کشور اسلامی و با سرمایه گذاری اولیه 755 میلیون دینار در جده عربستان تأسیس شد که هدف آن پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشرفت‌های اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای عضو در سراسر جهان بر بنیاد قوانین اسلامی است. وزارت معادن و پترولیم میگوید شرکت MCC چین خواهان سرمایه گذاری برای معادن مس، سرب و جست کشور است. از سوی هم سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با رئیس این شرکت چینی بر پروسس این معادن در داخل کشور تاکید ورزیده و صادرات مواد خام معدنی را غیر قانونی خوانده است. به تازگی شرکت MCC چین در دیدار با سرپرست وزارت معدن و پترولیم خواستار سرمایه گذاری بالای منابع معدنی کشور از جمله معدن مس، سرب و جست شده است. سخنگوی وزارت می افزاید که در این دیدار سرپرست معدن و پترولیم بر پروسس این معدن در داخل کشور تاکید کرده و صادرات مواد معدنی خام به بیرون از کشور را غیر قانونی عنوان کرده است. در معدن سرب جست نه تنها شرکت های چینایی بلکه در کنار از شرکت های ایرانی، ترکی و دیگر شرکت های هم در این مورد علاقمندی خود نشان داده، لیکن یک شرط وزارت معدن و پترولیم این است که سرمایه گذاری در صورت میشه اینا بکنند که پروسس نهایی و یا 100% داخل کشور اینا ایرا قبول کند. از سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه گذاری بر فراهمسازی سهولت‌های بیشتر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی از بحر استخراج معادن کشور تاکید می‌کند. باید ما زیربناهای معادن آماده برشان بسازیم و امکاناتی که برای استخراج معادن در ساحه معادن ضرورت است برشان مهیا بسازیم. از جمله موضوع سرک ها است، زیر ساخت های سرک ها است و همچنان انرژی برق تامینش در او ساحه است، ماشینریشان باید چگونه انتقال شود. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی پروسس معدن و صادرات آن به بیرون از کشور را در رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی اثرگذار می داند.
سرمایه گذاری به بخش معادن دارن واضح هست، چون چین یک کشور بزرگ صنعتی در منطقه محسوب میشه، به خاطر نیاز داره تا نیازمندی های خود از معادن افغانستان به دست بیاره و افغانستان میتونه چین خیلی کمک بکنه تا در قسمت تهیه مواد خامش همکاری بکنه. این در حالی است که پیش از این وزارت معدن و پترولیم از امضای قرارداد نیمه از بلاک سیوم معدن سربوجست ولسوالی شهرک ولایت غور با یک شرکت خصوصی خبر داده و گفته بود که در استخراج و پروسسی این معدن از سوی این شرکت بیش از 247 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد شد. بیشترین معدن سربوجست در ولایت های کندهار، بامیان و غور قرار دارد و 7 قرارداد فعال که از این میان 4 معدن آن به مقیاس بزرگ است جهت استخراج به شرکت های داخلی واگذار شده است. کارزار واکسیناسیون پولیو در زون شرق، جنوب شرق و ولایت های شمالی آغاز شد. مسئولان میگویند در جریان این کارزار بیش از 3.5 میلیون کودک از زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. از سوی دیگر شماری از عالمان دین و شهروندان کشور میگویند مهاجران اخراج شده از پاکستان زیر تهدید پولیو بوده و از مسئولان خواهان تطبیق واکسین به این برگشت کنندگان هستند. نخستین کمپاین واکسین ضد فلج کودکان سال 1403 خورشیدی در ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، جوزجان، فاریاب و سریپول آغاز شد. مسئولان میگویند در زون شرق سال پار 6 واقعی مثبت پولیو نیز در آن به صد رسیده بود. نزدیک به 1.5 میلیون کودک در زون جنوب شرق، 1.3 میلیون و در ولایت های شمالی بیش از 800 هزار کودک زیر 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. شاوخه یو اشاریه درې میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین رسیږي او تقریبا تنوی درغونی پورې موږ خپل کواری جوړې نه سره وړنی ماشومان واکسین کیږي بعد وخت نه شپه بازار درو شي کی موږ شپه وخت مثبت درو او موږ شپه وخت درس پورې مثبت دي او نوی کوم معلومات نشته او نه وزارت څخه می دي. شماری از عالمان دین و شهروندان کشور بر تطبیق واکسین تاکید میکنند. با گفته آنان کودکان مهاجران اخراج شده از پاکستان با تهدید بیماری فلج روبرو هستند و از مسئولان می خواهند که در این باره توجه خاص کنند. الله جل کولش دغه شی پادر کی خود شه دنیا در لزباب ده دنیا که هر یو شیل پاره یو ازباب برابر ده لکه مون تاسو چیرې په سفر جو اتمر مټر کی جو په هنش لای غټ سفر نش کولای نو واکسین تاسو دس یو شی ده چې علاج نه ده یو وقایه ده. واکسین بسیار خوب است به خاطر فلج اطفال که اطفال از زمین از فلج شدن محافظت میکنه و برای بی دوره می اطفال ما ویتامین هم داده شده که به خاطر رشد اطفال خوب است. رویه های فامیل از ما استقبال میکنه و تمام اطفالشان اینا بسیار به خوشی واکسین میکنن. مهاجر در پاکستان رو نرازی او حال پاکستان که مثبت پیخ دی پلیوستا نو زکه د ماسلین هم دا غوښتنه ده چې باید د تطبیق په برخه کې پوره همکاري وکړي. بر اساس معلومات مسئولان وزارت صحت عامه در این کمپاین واکسین بدون ولایت‌های غور، دایکندی و بامیان 1.7 میلیون کودک در سراسر کشور واکسین میشوند. به گفته مسئولان در این وزارت با گرم شدن هوا کمپاین واکسین در ولایت‌های غور، بامیان و دایکندی نیز آغاز خواهد شد. پزشکان در سمنگان میگویند بیماری های فصلی به ویژه اسهالات در میان کودکان نوزاد در این ولایت افزایش یافته است. به گفته آنان گرم شدن هوا، رعایت نکردن نکات بهداشتی هنگام بارداری و دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم از علت های افزایش این بیماری است. اما ریاست صحت عامه سمنگان از تلاش های پزشکان به هدف رسیدگی به بیماران اطمینان میدهد. سرویس بخش کودکان شفاخانه ولایتی سمنگان این روزها گواه افزایش بیماران زیاده است. آمر شفاخانه ولایتی سمنگان میگوید با آنکه در روزهای پسین بیماری های فصلی مانند تب، زکام و سینه و بغل در میان کودکان در این ولایت کاهش یافته، اما با گرم شدن هوا برخی دیگر از بیماری های فصلی به ویژه اسهالات در میان کودکان به ویژه نوزادان در این ولایت افزایش یافته است. بیماری های فصلی از قبیل نمونیا و ویارای یعنی سینه و بغل و سرماخوردگی رو به کاهش هست و برعکس بیماری هایی که مثل اسهالات هست و رو به افزایش هست و علتش هم معلوم هست که چون آب آلوده میشه از یا آب کسای استفاده میکنه گریت اسهالات را فوق العاده بلند میبره. خواهش مایی است که افضل سیه را مراعات کنن
از آبای صحی استفاده کنند، آب جوش بتن به طفلایشان بتن. برخی از مادرانی که کودکان خود را به هدف درمان به شفاخانه ولایتی سمنگان آوردند، از دیگر خانواده ها می خواهند تا در این فصل سال مواظب نگهداری کودکان خود باشند. پنج روز است که به دنیا آمده، میگن خونش ها میکروبی، سینه را نمیگیره. تاثیر ایست که خونش میکروبی زیافتر شاید تاثیر همی آب و هوا و میکروب و تاثیر نانظافتی مردم باشه. ما از مادرای محترم خواهش میکنیم که محافظ خودشان باشه، محافظ طفلایشان باشه، از طفلایشان صحیح نگهداری کنن. این در حال است که به گفته پزشکان، گرم شدن هوا، تغذیه ناسالم، دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی، آب آشامیدنی سالم و چالش‌های اقتصادی از علت‌هایی است که با تغییر هر فصل سبب بیماری‌های گوناگون به ویژه در میان کودکان و کهنسالان می‌شود. به هدف نظم شهر و جلوگیری از رویدادها و ازدحام ترافیکی در جاده‌های شهر کندهار موانع آهنی ساخته شده است. مسئولان شهرداری این ولایت میگویند در 8 بخش شهر کندهار به گونه آزمایشی این موانع ساخته شده و با ساخت آن 60% نظم شهری تامین شده است. باشندگان کندهار ایجاد این موانع را در تامین نظم شهری سودمند می‌دانند. تلاش های تازه به هدف تأمین نظم شهری در کندهار. شهرداری و مدیریت ترافیک این ولایت در یک گام مشترک در 8 جاده مهم شهر کندهار موانع آهنی یک طرفه ایجاد کردند که افزون بر کاهش ازدحام و بیروبار از رویدادهای ترافیکی نیز جلوگیری شده است. مسئولان در شهرداری کندهار میگویند که به هدف رعایت نظم شهری در دیگر بخش های شهر نیز موانع آهنی میسازند. عام شهریان هم باید د دغه جنپونو په مراد کولو سره او د دې په ساتلو کې د ښاروالۍ سره او د ترافیکو مدیریت سره پوره همکاري وکړي. په ځینې ساحو کې موږ یک طرفه جنپونه د ترافیکي ګڼې ګوڼو په اساس جوړ کړله، نو غواړو چې په هغه کومو ځایو کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته وي هغو ساحو کې اضافه نور جوړ کړو. این موانع آهنی به سادگی میتواند در جاده های یک طرفه جلوی رفت و آمد دو طرف را بگیرد. پلیس ترافیک در کندهار میگوید که با ایجاد موانع آهنی 80% ازدحام ترافیکی کاهش یافته است. چه خبر یه مراتیه؟ چه خبر نی بیا زجا غورت کوما خبر ور کوما چې دا لار بندم ده یک طرفه هم ده بیا مش خبرو. باشندگان کندهار نیز ایجاد موانع آهنی به هدف تامین نظم شهری و کاهش ازدحام ترافیکی را سودمند میدانند، اما خواستار مجازات کسانی هستند که از قوانین ترافیکی سرپیچی میکند. هر ساری ترافیک راځي په خپل اخلاص کې ما چیرې دونه نه او شپه موټر پر چیر کې بیا خامخا چیر نه موټر راځي نه یو ګاډی راځي نه یو زرنج راځي. پته په دې بازار کې موږ لیدل ټکټران لتیارې دله اوس خو ډیر شکر دی ډیر شکار برابر سو ترافیکانو مو ساج په یو اندازه قدر باندې وخت کې چورتو چې پر جلار مزه دا یک طرفه ده منګردې و پر کلله. مسئولان شهرداری کندهار میگویند که به خاطر کاهش ازدحام در هرات بازار، شکارپور بازار، چارسو، شاه بازار، کابل و ارگ بازار کندهار روی عملی سازی برخی از پلانهای دیگر نیز کار میکنند. مسئولان در شفاخانه درمان معتادان کندوز میگویند در 6 ماه پسین بیش از 1000 معتاد در این ولایت به هدف درمان گردآوری شدند. به گفته آنان این افراد که به مرکز 80 بستر و کمپ نگهداری معتادان مواد مخدر در فرماندهی امنی کندوز گردآوری شدند، از این میان نزدیک به 500 تنشان درمان و دوباره به زندگی عادی برگشتند. شمار از افراد معتاد به مواد مخدر که زیر درمان قرار دارند خرسند هستند. در ادامه روند گردآوری و زیردرمان قرار دادن افراد معتاد به مواد مخدر از سوی امارت اسلامی در کشور، به تازگی مسئولان در شفاخانه 80 بستر مواد مخدر کندوز از گردآوری بیش از 1000 معتاد در این ولایت خبر می‌دهند. به گفته آنان این افراد که به مواد مخدر مانند شیشه، هیروئین، تریاک، تابلتکه و دیگر مواد نشاور معتاد بودند، نزدیک به 500 تنشان پس از درمان به خانه‌هایشان برگشتند. پوتی روشپا گومی است که قندوز ولایت که یو زرو یو سلو آتش پیتا متعدین مریضان منگر را طول کردی دی تداوی لپارا او یو زرو سلور سلویخ تنو یعنی عملا بستر سوی دی متعدین و شفاخانه که بیشترین افراد معتاد به مواد مخدر که جوانان هستند میگویند که به علتهای گوناگون به این پدیده روی آوردند و اکنون که زیر درمان قرار گرفتند خرسند هستند.
یعنی په زمان کې چې انسان دا عمل لري ګوره چې ټول دنیا استای دغه د سړی په جامه باندې څوک نه حسابي د سړی په سیر نه حسابي کله مې شپلار په دې کارونه ولم دا تل را وصل موضوع ډیر خوشاله مې چې دا عمل لري شما دا کم ځوانان چې په نشه مفتلا دي کم عمره دا ځوانان دی راشي د شفاخانه ته دوای ورکل کیږي او صحت جوړیږي او ډاکټرانه خدمت کوي مودمی عمل گرفتار شدم اول می زدم شیشه از شیشه شروع کردم دا تاریاک دیگه هر کسی که در این عمل لاغشته است ما یک نو خواهش میکنیم که بیا شفاخانه ما فعال است این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی افزون بر درمان افراد معتاد به مواد مخدر در مرکزهای درمانی ترکید یاد، فرماندهی انمیه کندوز یک مرکز بهداشتی دیگر را برای نگهداری و درمان معتادان نیز ایجاد کرده است. برنامه مشاعره گل لاله در شهر شبرغان مرکز جوجان راه‌اندازی شد. مسئولان محلی هدف از برگزاری این برنامه پشتبانی از شاعران، نویسندگان و همچنان رشد فرهنگ کتابخوانی در میان جوانان می‌دانند. شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و شمار زیادی از باشندگان جوزجان اینجا در شهر شبرغان مرکز این ولایت در یک برنامه فرهنگی ادبی زیر نام مشاعره گل لاله گرد هم آمدند. رازی آباد ترودا دشت او مری دوتن اشر بوکرو چرا پاکتنو یالی دوتن فصل بهار فصل خدا حافظی زغم لبخند ها دوباره بلب لاو نمیزند لالا گل یاری دی گل دی پا پشتو جب از ما پا هر دختی او چمن ریدی گلونا خامخا شماره از شاعران و نویسندگان در این مراسم خواستار پشتیبانی مالی و چاپ اثرهایشان از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ شدند. ولی بر فعلا شاعرای ما یک دستشان قلم است و یک دستشان روزگار است و اقتصاد است و مشکلات اقتصادی دارد. زمینه را مساعد کردند تا ما استعداد خود را نمایان بکنیم و برای شاعرهای ما مردم معین وزارت انکشاف دهات در این مراسم از شاعران و نویسندگان در این ولایت می‌خواهد تا با زبان شعر و قلم واقعیت‌ها را انعکاس بدهند و مسئولان را نیز متوجه کاستی‌هایشان سازند. خپل په اشعارو کې حقایق د باندې ښکارا کې خپل په اشعارو کې کلیکوالان دي کله ادب خواندان دي او که شاعران دي کوشش دا وکړي چې حقایق ښکارا کې حقایق بیان کړي. از شاعران، نویسندگان و فرهنگیان، فرهنگدوستان ولایت جوزجان همه جانبه حمایت میکنیم و تلاش داریم با برگزاری این چنین برنامه ها از شاعران حمایت صورت بگیره. بر بنیاد معلومات ریاست اطلاعات فرهنگ جوزجان قرار است ده ها برنامه دیگر نیز در سال روان به هدف پشتیبانی از شاعران، فرهنگیان و رشد کتابخوانی در میان جوانان در این ولایت را اندازی شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان از فراهم ساختن زمینه آموزش رایگان برای نزدیک به 200 دانش آموز بی‌بضاعت در این ولایت خبر می‌دهد. این دانش آموزان پسر که توان پرداخت هزینه رفتن به مرکزهای آموزشی خصوصی را ندارند در یک دوره آموزشی 6 ماهه در بخش‌های زبان انگلیسی و فن بیان آموزش می‌بینند. شماری از این دانش آموزان از فراهم شدن زمینه آموزش رایگان خرسند هستند. حدود 200 دانش آموز پسر در شهر فیض‌آباد در یک دوره آموزشی 6 ماهه در بخش‌های زبان انگلیسی، فن بیان و سخنرانی به گونه رایگان آموزش داده می‌شوند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان می‌گوید که این دانش آموزان کسانی هستند که به علت فقر و ناداری توان پرداخت هزینه رفتن به مرکزهای آموزشی خصوصی را ندارند. ما با استفاده از این امکانات ناچیزی که در اختیارمون قرار داره ما زمینه آموزش برای 200 نفر جوان در بخش های انگلیسی و فن سخنرانی مهیا ساختیم. دانش آموزان بی‌بضاعت را در بخش فن بیان و هنرهای گویندگی و همچنان در بخش دیپارتمنت انگلیسی جذب کردن تا اینکه این جوانانی که واقعا زحمت و تلاش میکنن مستر خدمت بزرگ جامعه بدخشانی قرار بگیرن. شماری از این دانش آموزان از فراهم شدن زمینه آموزش رایگان خرسند هستند.
این زمینه را برای ما مساعد کرد که تا ما بتانیم در ای جا بیاییم و درس بخوانیم. البته نکته نمون که رایگان به این دلیل که مردم بدخشان بیشتر مردم غریب هستند. بهترین سهولت است برای محصلین بخصوص تمام مردم اطراف که چون اقتصاد ضعیف دارن و بخصوص اطلاعات و فرهنگ کاری درست کرده که همه مردم فقیر از آل درش بخبر شده. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که تلاش میکنند تا در سال روان خورشیدی برای جوانان بیشتر زمینه آموزش کامپیوتر و بخش‌های گوناگون دیگر را نیز فراهم سازند. در نتیجه بارندگی‌های پسین در پکتیا 6 تن جان باخته و ده ها خانه مسکونی با گونه کلی و قسمی تخریب شدند. شماری از آسیب دیدگان میگویند توان بازسازی خانه هایشان را ندارند و از مسئولان خواستار همکاری هستند. در پی باراندگی های پسین در پکتیا 6 تن جان باخته و 100 خانه مسکونی به گونه کلی و قسمی ویران شدند. شماره از سیلاب زدگان میگویند که تا کنون هیچ کمکی دریافت نکردند و توان ساخت ساز خانه هایشان را ندارند. آنان از مسئولان در حکومت سرپرست و نهادهای کمک کننده خواستار همکاری هستند. دا غختن لرم سی د ما سره کومک همکاری او کی بده هغه کی او زه وسی گمبل چا دې سی یو څو ورځې لپاره کوټه را کړی ده. پیغه کی اوس یګم دغه وسو داس منسته چې زی جوړ کما ما سره د مرسته اوس زی د خپل کوټه بیرته آباد کما دلته په کور کې ډیر سامان زیا سوی کوټل وی دلی وی باید کومک اوس مرسته اوس چې څه کالی مالی وی یا خوراکی توګی وی بشتری وی. رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی پکتیا میگوید که 50 خانه آسیب دیده را شناسایی و در آینده نزدیک به آنان کمک خواهد کرد. نثار احمد نجات میافزاید که پس از تکمیل سروه به همه آسیب دیدگان سیلاب های پسین کمک میکنند. خوشبختانه از زادران ولسوالی که تلفات لرو او زراعت برخه ډیر چې حاصلات هم دنیا زتلی او زکم تخریب شوی او لوی لار پلونه او اساسی سرک او پلچکونه تخریب شوی. بر بنیاد معلومات ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی پکتیا در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های پسین، ده‌ها جریب زمین کشاورزی، دیوارهای استنادی و جاده‌های عمومی نیز ویران شدند. و به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. سپاسگزارم از همراهیتان.